با نانسی همراه باشین تا به راحتی بتونین این تاپ زیبا را در اندازه های مختلف ببافین بافتی بسیار راحت در عین حال شیک و زیبا. به نام خدا دوستان سلام. به کانال نانسی خوش اومدید. با آموزش یک مدل تاپ مجلسی همراه شما هستم. برای اینکه بتونید این تاپ رو در اندازه های مختلف ببافین شما احتیاج دارین به گشودی دور یقتون بلندی حلقه آستین بلندی لباس و همچنین گشادی دور سینه اگر اندازه ها را داشته باشیم به راحتی میتونید در هر سایزی این بافتو انجامش بدین لطف کنید تا انتهای ویدیو با من همراه باشین نکته های ریز رو ببینید تا حین بافت با مشکل مواجه نشین در عین حال هر جایی بافت با مشکل مواجه شدین بران کامنت بذارین با کمال میل پاسخگوی سالاتتون هستم توی قسمت توضیحات هم اندازه های مختلف برای شما یادداشت میذارم میتونید اندازه ها رو از اون قسمت ببینید ممنون میشم اگر برای حمایت از کانال کانال را سابسکرایب داشته باشین دکمه زنگوله را فعال کنید تا از آموزش های بعدی ما مطلع بشین همچنین اگر دوست داشتین میتونید ویدیو رو لایک کنید برای دوستانتون شیر کنید که دوستان بیشتری بتونن از آموزش استفاده کنند. ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه هستید. خب من برای بافت از نخ رونیکا استفاده می کنم و قلاب شماره دو شما هر نخی رو که انتخاب می کنید قلابتون مناسب با نخ شما باشه برای شروع کار ابتدا نخ رو محکم می کنم روی قلابم به این شکل ابتدا سه تا زنجیره میزنم. دو سه نخ رو پشت قلاب و از این زنجیره ابتدایی یک پایه بلند میزنم. ابتدای رج الان من یک حلقه دارم. باز کارو دکرار می کنم سه تا زنجیره میزنم نخو میندازم پشت قلاب و از این حلقه ابتدایی باز یک حلقه جدید میزنم. یک دو سه میندازم پشت قلاب و این کارو تکرار می کنم. شما باید به اندازه دور سر از این حلقه ها داشته باشین. اما حلقه های شما باید عددی زوج باشه. و وقتی که اون عدد رو تقسیم بر دو کنیم باز هم جواب شما عددی زوج باشه این زوج بودن عدد زمانی برای ما مهم هست که میخوایم آستین رو جدا کنیم با من همراه باشین تا بدونید که این زوج بودن عدد ما چه نقشی توی بافت داره یک دو سه گفتم به اندازه دور سر از این حلقه ها میزنین اگر خواستین که یقه شما گشادتر باشه پنج یا ده به اندازه دور سر اضاف میکنین و این حلقه ها رو میزنین خب بعد از اینکه حلقه هاتون به اندازه مورد نظر زدین دست میکشین روی حلقه هاتون که حلقه های شما باز بشه و این حلقه انتهایی رو به حلقه ابتداییتون بست بزنید این شکل حلقه های شما ببینید یک حلقه ای به شما میده که اندازه دور سر و گفتم به اضافه پنج یا ده میکنید برای گشودی یقت ابتدای کارمون سه تا زنجیره میزنیم و توی همین حلقه اول یک بافت باد بزنی میزنم سه سه تا پای بلند ابتدایی رش دارم دو تا زنجیره میزنم و باز توی همین حلقه ابتدایی سه تا پای بلند دیگه میزنم دو و سه دو تا زنجیره میزنم نخو میندازم پشت قلاب و از حلقه بعدی دو تا پایه بلند میزنم یک و دو باز دو تا زنجیره میزنم نخو میندازم پشت قلاب و توی حلقه بعدی باز یک بافته باد بزنی میزنم یک دو و سه دو تا زنجیره به عنوان فاصله بینش باز نخو میندازم پشت قلاب و باز از همین خونه سه تا پای بلند میزنم دو و سه دو تا زنجیره میزنم نخو میندازم پشت قلاب و باز حلقه بعدی حلقه بعدی باید دو تا پای بلند بزنم دو تا زنجیره و این بافت رو تکرار می کنم. یعنی توی یکی از حلقه ها یک بافت باد بزنی داریم و حلقه بعدی دو تا پایه بلند. فاصله بینشون هم دو تا زنجیره هست. تا انتها به این شکل بافتمون تکرار میشه. به انتهای رج رسیدیم روی سومین زنجیره از پایه اول بست میزنیم. به این شکل. یک بافته حالت چیندار به شما میده که اصلا نگران نباشید توی رجای بعد این چین ها درست میشه خب ما باید بافت رو از وسط این باد بزنی ابتدای رجمون شروع کنیم دو تا بست میزنیم به اصطلاح روی بافت راه میریم به این شکل باز پایه بعدی به این شکل یک بست میزنیم و الان یک بست وسط این بافته باد بزنیم باز برای رج دوم بافت و با سه تا زنجیر شروع می که یک پایه بلند هست و دو تا پای بلند دیگه کنارش یعنی روی سر این بافت باد بزنیمون یک بافت باد بزنی می و باز سه تا پای بلند دیگه دو تا زنجیره ببینید روی سر پایه باد بزنیم پایه باد بزنی زدم دو تا زنجیره میزنیم و الان رسیدیم به این دو تا پایه بلندی که توی رج قبل زده بودیم نخو میندازم پشت قلاب و این دو تا پایه رو به صورت پایه بلند برجسته میبافند یعنی خود پایه رو به این شکل میباف... میگیرم به این شکل و به صورت پایه بلند برجسته میبافند باز نخو میندازم پشت قلاب و پایه بعدی خود پایه رو میگیرم و به صورت برجسته میبافم به این شکل دو تا زنجیره میزنم روی سر پایه این بافت باد بزنیمون بافتمون تکرار میشه سه تا پایه بلند دو تا زنجیره و باز دو تا پایه بلند دیگه دو تا زنجیره و این دو تا پایه بلند رو به صورت گفتم برجسته بافته میشه خود پایه رو میگیرم و به صورت پایه بلند میبافم دو تا زنجیره و بافت رو تا انتها تکرار میکنم باز به انتهای رج که رسیدم روی پایه ابتدایی بست میزنم باز بافت و انتقال میدم به وسط بافت باد بزنیمون و دوباره این بافت رو تکرار میکنم یعنی روی سر باد بزنی بافت باد بزنی میزنم دو و سه دو تا زنجیره به عنوان فاصله و این بافت ها هم به صورت پای بلند برجسته بافته میشه باز تا انتها این بافت رو تکرارش میکنیم خب رج سوم هم بافتم ببینید دوستان من سه رج بافتم بافت های باد بزنیم و این بافت ها هم به صورت برجسته بافتم توی رج چهارم من میخوام جای بافت رو با هم عوض کنم ابتدای رج بست میزنم بافت انتقال میدم به وسط این بافت باد بزنیمون الان میخوام به جای این بافتای باد بزنی از این پایه بلندا بزنم و روی سر این پایه بلندا که به صورت برجسته بافته شده بافت باد بزنی بزنم یعنی توی این قسمت ابتدا سه زنجیره و یک پایه بلند کنارش که این دو تا پایه بلند ابتدای رج روی سر باد بزنیمو داشته باشین که توی رج های بعد این دو تا پایه بلند به صورت برجسته بافته میشه دو تا زنجیره میزنیم و وسط این دو تا پایه بلند یک بافت باد بزنی میزنیم دو تا زنجیره و باز همین قسمت سه تا پایه بلند دیگه میزنیم یک دو و سه دو تا زنجیره و توی این قسمت باز بافتمون عوض میشه یعنی روی سر باد بزنی پای بلند میزنی دو تا زنجیره و بافت تا انتها تکرارش میکنیم ببینید دوستان من سه رج بافتم بعد از رج سوم یعنی توی رج چهارم جای بافتا رو با هم عوض کردم گفتم توی رج های بعد این پای بلندا به صورت برجسته بافته میشه و به همین شکل شما هر رجی رو که بافتین جای بافتاتون عوض میشه تا به بلندی حلقه آسینتون برسین اگر خواستین که تعداد این رجهایی رو که بافتین بیشتر باشه مثلا چهار تا باشه پنج تا باشه نسبت به بلندی حلقه آسین این تقسیم بندی رو انجام میدین و هر تعداد رجی رو که بافتین شما جای این بافتا رو با هم عوض می کنید که به اندازه حلقه آسینتون برسید بینید دوستان این باید بافت رو ادامه بدین که به اندازه حلقه آسین برسید هر تعداد رجی رو که شما ابتدای رج بافتین توی قسمت های بعدی با جاش عوض میشه. خب ببینید دوستان من بلندی حلقه آسین رو بافتم به اون اندازه ای که مورد نظرم بود حلقه آسین رو اندازه میزنیم متر رو به صورت اوریب میذاریم روی بافتمون نسبت به سنی که شما داریم بافت رو انجام میدیم باید این بلندی حلقه آسین رو شما ببافیم که من توی این قسمت 12 سانتیمتر اندازه حلقه آسین هم هست که بافتم دوازده رج بافتم که هر سه رجی رو که بافتم جای بافت رو با هم عوض کردم الان میرسیم به اون قسمتی که ما باید آسینا رو جدا کنیم اگر یادتون باشه ابتدای بافت گفتن که عداد ما باید عداد زوج باشه عدد زوج توی این قسمتی که ما میخواییم آسینا رو از هم جدا کنیم مهمه چون ما باید این بافتای باد بزنیمون تعدادشون زوج باشه که دو به دو روی همدیگه قرار بگیرن و هاشیه آستین ما یک هاشیه زیبا داشته باشه من میخوام سه تا از این بافتای باد بزنی رو برای هر کلوم از آستینا در نظر میگیرم دو به دو این بافتای باد بزنی رو روی همدیگه قرار میگیرم قرار میدم و توی این قسمت یک علامت میذارم به وسیله مارکر یا یک تیکه نخ که این قسمت مشخص باشه از این طرف هم به همین شکل سه تا از این بافتای باد بزنی رو دو به دو روی همدیگه قرار میدم و این قسمت هم علامت میزنم یعنی از هر طرف سه تا از بافتا جدا کردم برای آستین به این شکل خب برای ادامه کارمون ما باید نخو باز به این قسمت بست بزنیم این قسمتی که ابتدای آستین لباس ما هست خب من سرج بافتای باد بزنی رو توی بافتای قبل تکرار کردم الان باید این قسمت جای بافت عوض بشه نخو به این قسمت بست میزنم آخرین رجی رو که من بافته بودم بعد از اینکه بست زدم نخ و کات کرده بودم الان نخو به این قسمت از این قسمتی که برای آستین جدا کردم نخو بست میزنم سه تا زنجیره میزنم گفتم توی این قسمت ما باید جای بافتو عوض کنیم چون من سه رج بافت باد بزنی داشتم الان توی این قسمت باید دو تا پایه بلند بزنم دو تا زنجیره و توی این قسمتی که بافت برجسته ما هست باید بافت باد بزنی بزنم سه تا پایه بلند دو تا زنجیره و باز سه تا پایه بلند دیگه بافت تا انتها همین بافتی هست که از ابتدا شروع کردیم فقط جای ها عوض میشه خب این قسمت دو تا زنجیره روی این بافت باد بزنیمون دو تا پایه بلند میزنیم و این بافت رو ادامه میدیم تا برسیم به این قسمتی که برای آستین علامت زده بودیم خب به این قسمت آستین که رسیدیم علامت رو باز میکنم یه این قسمت دو تا پایه بلندم میزنم یک و دو قبل از اینکه من بست رو بزنم به روی این باد بزنی بعدی برای آستین اینجا شیش تا زنجیره میزنم یک دو سه چهار پنج شیش توی این قسمت توی رج بعد ما باید یک بافت باد بزنی برای گشادی آسین بزنیم خب توی این قسمت بعدی هم بعد از اینکه 6 تا زنجیره زدیم توی این قسمت دو تا پای بلند میزنیم چون این قسمت باید بافت ما عوض بشه دو تا زنجیره و باز این بافت رو تکرار می‌کنیم تا برسیم به آستین بعدی. قسمت آستین بعدی هم به همین شکلی که آستین قبلی ما زدیم این کارو انجام میدیم توی این قسمت از قسمت باد بزنی چون باید بافت ما عوض بشه دو تا پایه بلند میزنم این علامت رو باز میکنم شش تا زنجیره برای گشادی زیر بغل چهار پنج شیش و الان روی این پایه اول ببینید روی پایه اول روی زنجیره سوم ما بست میزنیم ببینید آستین مشخص شد آستین اول و این هم آستین بعدی خب توی این قسمت ابتدا این پایه ای ابتدایی رو به صورت برجسته یک پایه کوتاه میزنیم دو زنجیره مثل بافت های قبلی پایه بعدیش به صورت پایه بلند برجسته از رو می بافی. دو تا زنجیره روی این پایه باد بزنیم باد بزنیم و تکرار میکنیم و این بافت رو ادامه میدیم تا برسیم به اون قسمتی که برای زیر بغل بود و شیش تا زنجیره زده بودیم توی اون قسمت ما باید یک بافت باد بزنی اضاف کنیم که به اون قسمت که رسیدیم من به شما میگم که باید چه کار کنیم خب این دو تا پایه هم به صورت برجسته بافته میشه الان رسیدیم به این شش زنجیری ای که ما برای زیر بغل بافته بودیم یک دو دو زنجیره میزنیم و روی یک دو سه زنجیره سوم یک بافته باد بزنی میزنیم یعنی سه تا پای بلند دو تا زنجیره و باز سه تا پای بلند توی همین زنجیره سوم میزنیم دو و سه به این شکل دو تا زنجیره و باقی بافت ها طبق روالی که می بافتیم بافته میشه ببینید این یک بافت باد بزنی روی سومین زنجیره از اون شیر زنجیره ای که زیر بغل بافته بودیم زدیم این قسمت هم دو پایه بلند داریم این قسمت هم دو پایه بلند خب باقی ها که شبیه قبل هست بافتو ادامه میدیم تا برسیم به آسین بعدی آسین بعدی هم همین کار رو میکنیم توی این زنجیره سوم از این شیر زنجیره یک بافت باد بزنی میزنیم می و روی پایه اول از ابتدای بافتمون بست میزنیم ببینید توی این قسمت آستین هم من این بافت باد بزنی و زدم الان رسیدم به انتهای رج دو تا زنجیره میزنم و روی پایه اول بست و میزنم الان باید یک رج دیگه من این بافت تکرار کنم باز روی پایه اول یک پایه کوتاه به صورت برجسته میزنم دو تا زنجیره پای بلند بعدی هم به صورت برجسته بافته میشه دو زنجیره و یک رج دیگه بافتو تکرار میکنم که تعداد این رج ها به سه تا برسه تا انتهای بافتمون دیگه این بافت تکرار میشه هیچ نکته خاصی نداره تا انتهای رج برای حاشیه لباستون و این بافت هر سه رجی رو که بافتین حالا من هر سه رج یک بار بافتم شاید شما مثلا چهار بار این بافت رو تکرار کنید بعد جاشون رو عوض کنید این دیگه به سلیقه شما بستگی داره خب ببینید دوستان این قسمت تنه لباس ما مشخص شد شما باید این بافت رو تکرار کنید تا به اون بلندی تنه لباستون برسید گفتن که نکته خاصی نداره و هر تعداد رجی رو که شما این بافت رو انجام داده بودین جایی بافتاتون با هم عوض میشه تا به بلندی تنه لباس برسین خب من بلندی لباس رو بافتم به اون اندازه ای که مورد نظرم بود هاشیه بافت هم یک هاشیه ساده زدن که الان برای شما این قسمت هم توضیح میدم برای اینکه این هاشیه رو داشته باشیم هیچ کاری نداره فقط من الان قسمت آسین این هاشیه رو برای شما توضیح میدم نخو بس میزنیم به وسط این قسمت بافت باد بزنیمون ابتدا یک زنجیره میزنم و دو دیگه که ابتدای کار سه تا زنجیره داشته باشم توی این قسمت باد بزنیمون ما باید هفت پای بلند داشته باشیم که پای بلند اولی ما با سه زنجیره شروع میشه و شش تای دیگه توی این قسمت پای بلند میزنم پنج شیش و هفت دو چهار شیش هفت فاصله بینش دو تا زنجیره و توی این قسمتی که ما پایه بلنده رو به صورت برجسته می بافتیم پایه ها رو به صورت برجسته می بافیم یعنی هیچ تغییری نکرده بافته ما فقط توی قسمت باد بزنیمون ما هفته باز دو تا زنجیره و توی این قسمت باز هفت تا پایه بلند می زنم. اگر دوست داشتین میتونید پایه بلندای بیشتری هم بزنید که این بافت باد بزنی ما بزرگتر باشه سه چهار پنج شیش و هفت میتونید نهتو بزنید یا تو بزنید این دیگه به سلیقه شما وستگی داره دوتا زنجیره و این دوتا پایه رو به صورت پایه بلند میبافیم به این شکل به انتهای یه رسیدیم روی سومین زنجیره از پایه اول بست میزنیم و این قسمت نخو کات میکنیم یک کاشی ساده و زیبا برای حاشیه گردم باز نخو این قسمت بست میزنیم سه تا زنجیره و توی این همین حلقه اول که من نخو زده بودم دو تا پای بلند دیگه میزنم که سه تا پایه بلند دارم یه حلقه بعدی ابتدا یک پای کوتاه میزنم دو تا زنجیره و دو تا پای بلند دیگه کنار پایه ابتدایی میزنم به این شکل باز توی حلقه بعدی ابتدا یک پای کوتاه دو تا زنجیره و دو تا پای بلند تا انتها به این شکل بافت ما تکرار میشه به انتهای رج که رسیدیم روی پایه ابتدایی بست میزنیم و نخو کات میکنیم خب حاشیه دور یقه هم بافتم یک بافت بسیار زیبا این هم حاشیه آستین و این هم حاشیه لباسمان. یک بافت بسیار زیبا که شما میتونید به راحتی این بافت رو انجام بدید امیدوارم که از آموزش امروز روزی باشیم بافیم و از بافتش لذت ببرید تا یک آموزش دیگه که باز در خدمت شما باشم همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم